سلام مجدد، در خدمت میهمان بسیار عزیزی هستیم، آقای دکتر علی بهزاد نیا، که از راه دور زحمت کشیدند و عنایت کردند در این برنامه شرکت کردند و در مورد مسائلی که کمتر شنیده شده و کمتر گفته شده با درایت و شهامت مطالب خودشون رو مطرح میکنند و ما انشاءالله در برنامه های آینده یا در ساعت های آینده میدانم که سیل عظیمی از سوالات شما در فیسبوک منعکس شده، همه اونها رو میبینیم، همینطور در یوتیوب، همینطور در ایمیل ها همه رو دریافت میکنیم و تعهد داریم که به همه اونها جواب بدیم و خود ایشان هم تعهد دارد که به همه اونها جواب بدن. فرصت بدهید که بحث از مقدمات خارج بشه و وارد سوالات و جوابهای سیستماتیک بشه که به اصطلاح در حالت منظم سوال و پاسخ، سوال و پاسخ پشت سر هم بیاد. این ساعتها رو تا اونجایی که به هر حال به صورت طبیعی پیش میره به عنوان پیش درآمد و به صورت مقدماتی در طرح مسائل اساسی و مهم قرآنی مطرح بفرمایید و به ما فرصت بدید که از این مقدمه عبور بکنیم و به موضوع اشاره به سوالاتی که در ارتباط با آیه های قرآن هست بپردازیم. تا به اونجا برسیم از این بحث های شیرین و آموزنده عبور میکنیم با هم. در فرصت گرانبهایی است که در خدمت آقای دکتر بهزاد نیا هستیم و ایشون در مورد موضوع خلافت، نه به عنوان خلافت خدا، به عنوان خلافت مردم در بعد سیاسی توضیحاتی میدادند که وقتشون تمام شد و در فرصت جدید باز هم به ایشان مراجعه میکنیم و ازشون تقاضا میکنیم که گفتگوی خودشون رو در ارتباط با روشن کردن موضوع حقیقت خلافت و اینکه آیا مردم خلیفه خدا می شوند و بر ما حکومت می کنند یا خلیفه مردم می شوند و بر مردم حکومت می کنند. و تصور می کنم که این سوال من سوالی است که موضع یزید و موضع امام حسین رو مشخص می کنه، چون یزید هم خلیفه خدا بود بر مردم، حسین ظاهراً می رفت که از طرف مردم انتخاب بشه و خلیفه مردم بشه بر مردم. این تفاوت هایی که امروز هم ما بین گروه دوستان شیعه خودمون که هستیم ندانسته و با جهالت میگویند که حسین ابن علی سردار سلحشور عدالت اجتماعی برای این جنگ کرد که جای یزید بنشیند، یعنی این که جای یزید بر حق تردیدی نیست ولی اینجا متعلق به حسینه. این هم شعور و معرفت کسانی است که در جهت حمایت از سید شهدا قدم برمی‌دارند. بفرمایید. من نتیجه گیری که از بحث ساعت اولمون بگیرم این بود که واضح باشه، سوء تفاهم نشه، جز خداوند هیچ کس، نه فرد نه جامعه، پیامبر تعیین میکنه. محمد نهایت آخرین پیامبری است که برای بشریت فرستاده شده بر مبنای کتاب. مصلحین اجتماعی جای پیامبران را نمیگیرن، فک و فامیل پیامبر جانشین پیامبر نیستن، اصحاب پیامبر جانشین پیامبر نیستن. تکالیف اجتماعی میتونن داشته باشن اگر مردم انتخابشون کرده باشن. رهبری جامعه به عهده مردم است و به انتخاب مردم است و به رأی مردم است، رأی آزاد مردم است. هیچ گونه واسطه، دلال، نمیدونم چه بگم. و اون صحبتی که شما فرمودید راجع به یزید و حضرت حسین علیه السلام، من وارد بحثای باز عرض کردم که اینا میکنن نمیشم. اونهایی که میخوان آشنا باشن میتونن تاریخ نهضت حسینی رو خودشون مطالعه بکنن، اصلا حرکت امام حسین برای چی بوده و درگیریش با یزید. خب
پدر یزید که معاویه بود توارثی کرد دیگه، در واقع باز هم همون خلافت رو تبدیل به سلطنت کرد. یزید در واقع جانشین پدرش داشت میشد به مسیر توارثی، باز نه سلطنت خلافت الهی. نه ایناس امامت رو هم من اینجا توضیح بدم که شاید فرصت نماشه برگردیم، امام رو هم خداوند انتخاب نمی کنه. اون بحثی که الان در شیعه و سنی که چرز کنم، من فکر میکنم این بیشتر در میان اون شیعه نوع ایرانیش هست که اونا امام رو هم منتخب خدا میدونن و حتی متاسفانه، باز اینو به عنوان انتقاد نمیگم، اینو به عنوان اشاره و انشالله فهم عموم دارم عرض میکنم که اینها همین روحانیونی که خودشون رو نایب امام و جانشین امام غایب میدونن که حالا وارد بحث اوشون نمیشم، اینا هم از همون مسیر خداشون رو منتخب خدا میدونن، یعنی مخالفت با خودشون رو مخالفت با قرآن و اسلام میدونن و شکنجه و زندان و کشتن و این چه میگن حکم ارتداد رو به این شیوه براشون میارن که هیچ کدوم سندیت نداره. سخن آخر در این باره که امیدوارم به این موضوع بر نگردیم، نه اینکه دوست ندارم برگردیم، بلکه بحث تاریخی میشه. خداوند یک آیه رو کراراً در قرآن آورده، میگه تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. اونها ملتی بودن، مردمی بودن، اومدن کارهایی رو کردن در زمانهای خودشون، خالی کردن و رفتن و حال شما مسئول کار خودتون هستید. اون چی که ما از اسلام دیروز در رفتار اسلام امروز باید بهره بگیریم، این که کتاب راهنما رو در امور اخلاقی، در امور رفتاری، در امور اجتماعی خودمون به کار میبریم، قوانین اجتماعیمون رو، اون چرا که جامعه تشخیص میده، اون چرا که جامعه رای گیری میکنه، جایی که ما حکومت اسلامی نداریم بلکه کشوری داریم که تو این کشور یا تو این مردم اکثریتی مسلمان هستن، نهایتاً اگر آدم چه میگن درستکاری هست، مردم هم به اونها رای میدن و اصول به صلاح چه میگن اداره جامعه رو به عهده میگیرن. اما چیزی ما به عنوان حکومت اسلامی نداریم. در اسلام حاکمیت، اون هم در امر شرک و ایمانش با خداست، حاکمین اجتماعی قوانین اجتماعی رو حاکمند و اجرا میکنه. خیلی ممنون و متشکرم. ما دومین سوال رو از چندین ده سوالی که در پیش روی من هست از آقای دکتر کردیم در ساعت گذشته، و سوال این بود که اسلام بعد از رحلت رسول اکرم چگونه اسلامی است، همونطور که مسیحیت بعد از مرگ حضرت مسیح باید سوال کرد که اونم جز سوالات هست که چگونه مسیحیتی است، و مسیحیت قبل از رحلت حضرت عیسی و مسیحیت بعد از رحلت ایشان چه تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارند، و چطور مسیحیت بعد از مسیح تبدیل به مذهب تثلیثی میشه، یک مکتب توحیدی، که مسائل دیگری است که به تدریج مطرح خواهد شد. اما سوال دوم بعد از اینکه من راجع به بیوگرافی خود ایشان سوال کردم، در واقع اولین سوالی که مطرح شده و هنوز هم کاملا پاسخ داده نشده این است که اسلام صنعتی یا اسلام اختراعی یا اسلام افتراعی یا اسلام من درآوردی که به مجموعه اینها من برای خودم که اشتباه نکنم میگویم که اسلام تاریخی، اسلامی که از طرف خدا نازل نشده، اسلامی که به وسیله مردم و بیشتر به وسیله کسانی که نام فقیه و مفتی بر خودشون میگذارن در طول تاریخ درست شده، و اینها همونطوری که در قرآن میگوید در زمان خود پیامبر در سوره فرقان میگوید که قال رسول، میگوید این رسول ما به ما، کی میگوید؟ خدا در قرآن، نه در حدیث، نه در روایت. قال رسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من قرآن رو به زندان افکندند و دور از دسترس قرار دادند. در زمان خود پیامبر که هنوز مرکب قرآن خوش نشده این آیه نازل میشه و گفته میشه که قوم من، همین مسلمان هایی که
آمدن و شهادتینشون رو گفتن و تسلیم شدن. همین مسلمان ها این قرآن رو به زندان افکندند و دور از دسترس قرار دادن. حالا شما ببینید که بعد از رحلت رسول اکرم ما در چه دنیای زندگی میکنیم و رابطه ما با قرآن کجاست و قرآن امروز به صورت یک زندانی انفرادی، نه فقط زندانی، زندانی انفرادی است که هر کس هم به ملاقاتش بره در سیاست جهانی گرفتار میشه و با عناوین زشت از اون نام میبرند و با تهمت‌های عجیب روبرو خواهد شد. سوال من از شما ساعتی گذشته این بود آقای دکتر که این اسلامی که بعد از رسول اکرم به وجود آمده چه کسانی به وجود آوردند و این زحمتی که کشیدند و این تحفه را به ما تقدیم کردند و برای ما سوغات آوردند به نفع چه گروهی است؟ این زحمت عجیبی که کشیده شده و این افترا به نام قرآن باب شده و مرسوم شده که بر مبنای قداست امامت و قداست نیابت پیامبر بنا شده، این رو چه کسانی درست کردند؟ الان چه کسانی بهره میبرند و چه منافعی از این کار حاصل میشه و سیاست بین المللی در جهت حمایت از این حرکت انحرافی و مشرکانه چه نقشی داره؟ هر جای سوال من رو هم که احساس آرامش نمی کنید یا دوست ندارید جواب بدید جواب ندید. اولا من یه توضیح بدم، من نه همه سوالای شما رو جواب دارم و نه ادعا میکنم که فقیهم، فقط یه دانشجوی هستم و همیشه هم اینو گفتم در هر کلاسی و در هر جلسه درسی که به صورت تحقیق و فقط بر مبنای کتابی که بهش معتقد هستیم و ایمان داریم جواب میدم. شما چندین سوال رو با هم ترکیب کردید. اولا مسیحیت مسیحیته، مسیحیتی که مسیح معرفی میکرد یقینا امروز شکلش عوض شده. آیا به طور کلی از میان رفته؟ نه، پیام مسیح هست. مسیحیان واقعی ما حال از مسیحیت شروع کردیم که حالا فصل عرض کردم کریسمس هم از مردم خیلی آشنا هستند و بیشتر به چرچ میرن. بعد از مسیح مسیحیان اولیه یونیتاریان بودن. یونیتاریان ها رسول رو، پیامبر رو، مسیح رو به عنوان رسول میشناختن، پیامبر، و به خدای واحد یعنی موحدین بودن. و حالا در چه زمان این عوض شد و بحث تاریخی داره، تثلیث به میان اومد و اینا چه بهرهایی میبرن، اینا بحث های اجتماعی که خیلی طولانیه، در محیط مطالعه من هم نیست. ولی ما نمیتونیم اسلام رو با رفتار مسلمین یا مسیحیت رو با رفتار مسیحیان یا همینطور پیرو موسی بودن رو با مثلا آموزش موسی رو با آنچه که یهودیان انجام میدن مقایسه کنیم. و این فقط بد نیست، در زمان خود رسول خدا منافقین بودن، در زمان خود رسول خدا عرض کنم که مغرضین بودن، قاسطین بودن، ناکسین بودن، اینایی که تقسیم بندی میکنن، در زمان خود این رسولان همه مردم، همه مردم سمعنا و اطعنا نبودن، در زمان خودشون هم تحریف شده، منتها در زمان ما شکلی تحریف شده که من به قول شما نمیدونم چطوری میشه اینها رو اصلاح کرد. باید برگشت رفت و این پایه هایی که اینها به عنوان اصل و اصول گذاشته که هیچ سندیتی نداره، همین چیزی که الان ما داریم میگیم راجب این که خلافت وجود نداره بعد از رسالت، امامت وجود نداره بعد از خلافت، امامت غایب حضور نداره در اداره جامعه، اینا چیزاییست که بر مبنای این را شب و روز تکیه میکنن. و در کنار قرآن خب کتاب حدیث هست، کتاب دعا هست، عرض کنم که کالچر شما نگاه کنید، همین مسیحیتی که ما در اینجا داریم میبینیم مردم اجرا میکنن با سرزمین های دیگر مسیحی مشابهت 100% ندارن. بعضی ها به قول اصطلاح خودمون داشتیم سنتی و نمیدونم روشن فکری و الان هم میگن روشن فکران مذهبی، نمیدونم روشن فکران چی چی، اینا تقسیم بندی هاییست که و انحرافاتیست که ایجاد شده و ما هم نمیتونیم جلوی اینا رو بگیریم. یعنی ما فقط باید اون نسخه اصلی رو معرفی بکنیم و هر قدر این
به قول خاص خود قرآن، تا مردم خودشون تغییر نکنن و تا روشن نشن، تا بیدار نشن. شما الان نگاه کنید از این مسیحیت، باز مسیحیت رو اول میگیم که شاید کمتر برد بخوره به مردم، آیا مردم زمان ما، دانشمندان ما، محققین ما، فقهای مسیحی که باشون هم ارتباط داریم، بسیارم زیبا خوب دین موحدانه، مذهب موحدانه مسیح رو در جامعه تبلیغ میکنن، آیا ناراضی نیستن از اون چیزی که الان به صورت هایارکی شاهنشاهی مذهبی درست شده؟ قطعا هستن. آیا این مردم نمیفهمن که خدا نمیتونه ولد داشته باشه و یا نمیدونم خدا نیازی به داشتن اولاد نداره؟ مردم میدونن اینا رو، ولی عرف جامعه اینقدر باز به قول شما تاریخی بین اینها رسوخ کرده، تکرار میشه شب و روز. شما هر کانال تلویزیونی رو باز میکنی عیناً مثل یک چه بگم ضبط صوتی که یک پیامو دارن میدن، این پیام شب و روز دارن میگن. در جامعه، حالا برگردیم تو جامعه مسلمان ها، شما نگاه کنید همین برادران سنتی چند رشتن، برادران شیعه چند، خود شیعه سنی چه اقلیتی، شاید کمتر از 1% مسلمانان جهان مثلا مذهب شیعه رو پیروی میکنن، ولی یک گروهی در همین مذهب شیعه فقط خودشون رو قبول دارن. اشاره میکنم به خصوص به مملکت که ما درش بزرگ شدیم و به دنیا آمدیم، خودشون متولی اسلام میدونن، خودشون موافق حتی پیامبر میدونن. اگر یادتون باشه، دلم نمیاد این رو نگم، در اوائل انقلاب یکی از همین رهبران انقلاب اون زمان میگفت جایی که لزوم داشته باشه حکم خداوند رو هم میشه تعلیق کرد، خلاف توحید عمل کرد. شما شنیدید نواروش هم هست؟ خب این عین شرکه، عین کفر اصلا، ولی مردم اینو میشنیدن، واکنش هم میکردن تا حدی، ولی نمیتونستن. الان هم اونایی که هستن همین برنامه رو دارن. پیروان موسی، حالا برگردیم به یهودیت، موسی آزادگی، کم اعتنایی به جهان، عرض کنم عدم ثروت اندوزی، همه اینها رو میاموخ. آیا پیروان فعلی موسی این کار رو میکنن؟ نمیکنن. خب ما هم اینو میدونیم که نمیکنن. متاسفانه، و متاسفانه با این جمله ختم میکنم، فرصت میدم که شما وارد صحبت بشید، متاسفانه و متاسفانه نه اون زمان، همین زمان و شاید تا زمانهای طولانی، دین و باور دینی حالت توارثی داره. یعنی ما در هر خانواده‌ای که به دنیا اومدیم، هر دینی پدر و هر مذهبی، هر باوری که پدر مادران ما داشتن به ما منتقل کردن. شاید کمتر از 1% مردم، اگر اغراق نگم 1000 مردم، تحقیق کرده باشن در اون چیزی که به عنوان مذهب خودشون و یا باور خودشون انتخاب کردن. و به نظر من این بزرگترین مصیبته. من کمتر مسلمانی رو دیدم که یک بار لااقل این قرآن رو خونده باشه، یک بار فقط قرآن رو خونده باشه، حالا تعمقش به جای خودش و عملش به جای خودش. مذاهب دیگر هم همینطوره، سند رو و به اصطلاح کلام مستقیم وحی رو کنار گذاشتن و باورها گوشی شده، باورها گوشی شده، فقط اون چی که به اینا میاموزن شب و روز از نسلی به نسل دیگه منتقل کردن و به اینجا کارمون کشید. آقای دکتر، در مورد ارتداد فرمودید، سوره کافرون در قرآن جواز ارتداد به همه داده و به پیامبر هم میگوید که کسانی که معبودشون با تو تفاوت میکنه، خب طبعا وقتی کسی معبود به نام الله رو قبول نداره، به نام خدا رو، به نام پروردگار رو همطور که فرمودید قبول نداره، خب این خیلی عوارض بهشه که یکیش ارتداده. چیزهای دیگه هم داره، شرک، ابداع، الحاد، من جمله ارتداده. در مورد اینها قرآن میگوید که فقط به اونها بگویید که دینتون مال خودتون. اولا که به شرک و به ارتداد و به الحاد و به کفر اسم دین میذاره قرآن، ولی میگه دینتون مال خودتون، دین من هم مال خودم. حالا شما این قانون ارتداد رو سراغ دارید از جایی در قرآن که توجیه کرده باشه کسی که مرتد میشه سرشو ببرن و بکشن او رو؟ اولا همچه چیزی به صراحت در قرآن همچه حکمی نیست که اگر کسی از دینش برگشت
یا حتی به دین دیگری رفت یا اصلا خود دین رو نپذیرفت. حالا چرا ارتداد اصلا نمیپذیره؟ خب یه دهی اصلا هیچ چیز رو قبول ندارن. به اینا گفته نشده، به ما تکلیف نشده که بریم اونها رو گردن بزنیم یا نمیدونم. ولی لغت ارتداد یعنی کسی که دین داشته و به اصطلاح دینش رو نفی کرده یا برگشته. در خود قرآن یه آیه تکراری هست، شما حتما میدونید، میگه الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. یک کسانی ایمان دارن بعد کافر میشن، این ارتداد دیگه، یعنی این ایمان داشته برمیگرده بعد دوباره ایمان میاره بعد دوباره کافر میشه و بعد میگه ثم ازدادوا کفرا، یعنی دیگه میزنه زیر تمام حساب. خب این کسی که بین این دو حالت قرار گرفته، یعنی از ایمان به کفر رفته، خب همینجا یه مرتد شده دیگه. خب بگن سرش پس. و بعد اتفاقا آیات ردیفی هست در همین باره، میگه که خداوند، حتی پیامبر این سوال میکنه از خداوند که پس چرا به اینا فرصت داده میشه. بعد میگه که انما املی لهم لازداد و کفر، ما به اینا فرصت میدیم که اگه کافرن کافرتر میشن، اگر کافر نیستن با یه توبه اینها بر میگردن. ما در اسلام و در قرآن توبه داریم، یعنی اگر کسی بدتر، اتفاقا این آیه شرک خیلی جالبه در قرآن، حالا بد نیست برای دوستانمون اینجا عرض کنم. میگه میفرماد، البته حالا میگه میفرماد اینا تعارفاته در قرآن، میبینید میگه خداوند هر گناه رو، عربیشو براتون نمیخونم اما معنی فارسیشو میگم، خداوند هر گناهی رو میبخشه مگر شرک، مگر شرک. ان الله یغفر ذنوب جمیعا، لا نمیبخشه کسی رو که شرک بخشه. آیه هنوز تمام نشده، آیه هنوز تمام نشده، دنبال آیه میگه که حتی اون هم اگر توبه کند قابل بخشش است. خیلی جالبه ها. خب اگر خداوند اون حکمی که به صراحت در قرآن میگه هر گناهی رو میبخشه مگر شرک، هنوز آیه تمام نشده میگه ولی اگر توبه کرد و برگشت چیکار میکنه؟ برای که خدا که آسیب نمیبینه. ببینید شرک ما، کفر ما، دین ما، ایمان ما، عدم ما. حالا من یه جمله معترض دارم اینجا بگم، اینایی که ما فکر میکنیم دین ندارن، من باورم هست که اینا دین خالص دارن، اینا اون رابطه خالصانه خودشونو با خدا دارن. این دینهای دروغین و قلابی و تحریف شده ای که به ما به قولشون حقنه کردن یا میخوان بکنن، اینا را قبول ندارن. ولی مگر ممکنه یک آفریده آفریدگار خودش؟ اصلا بحث دین اینه، دین یه مسئله احساس از درون به بیرونه، یه رابطه مستقیم بین انسان و خداست و هر و برای انسان هم مطرحه. البته موجودات دیگه و پدیده‌های دیگر هم باز بر مبنای قرآن روش تسبیحی خودشونه دارن، میگن خداوند میفرماد که اونها یه علم و صلات و تسبیح، هم صلاتشون رو میدونن یعنی وصلشون به خدا رو و هم تسبیح خداوند یعنی تکریم کردن خداوند و انجام وظیفه‌شون به خاطر اون چیزی که خلق شدن. بنابراین دین یه چیزی نیست که سایرین عرض بیرون بخوان به ما تحمیل بکنن. و اون آیه که شما فرمودید که میگه لکم دینکم ولی دین، شما اتفاقا آیه سوره بسیار سوره زیبایی و کوتاه، میگه من نمیپرستم چیزی رو که شما میپرستید و شما نمیپرستید که من میپرستم، باز دوباره تکرار میکنه و من نمیپرستم اون چیزی که شما میپرستید. لکم دینکم ولی دین، هر کسی به دین خودش. اما اونجایی که در مقابل هم قرار میگیرن، به خصوص اهل کتاب، خیلی زیباست، میگه بیایید با هم در اون چیزایی که مشترکیم اونا رو مطرح کنیم، این که جز خدا کسی رو نپذیریم، شرک نورزیم، کسی هم ارباب خودمون انتخاب بین خودمون انتخاب نکنیم، یعنی جز خدا اربابی برای خودتون در زندگی انتخاب نکنید. بعد هممون یک خدا میشیم، هممون مسلمانیم، هممون تسلیم امر اویم، همون چیزی که پیامبران میگفتن. یه جمله دیگه عرض کنم براتون از قرآن، اگر به سوره شعرا، دوست دارم اگر علاقه دارید نگاه کنید به سوره شعرا، نگاه کنید حدود 20 تا از این پیامبرا رو که امرم به عنوان برادر همدیگه خداوند خطاب کرده اومدن، حکمی که اینا آوردن، دعوتی که اینا از مردم میکنن، سه کلمه است، سه کلمه. و جالب اینه که این سه کلمه رو همشون به همون شکل و انشا گفتن، اعبد الله و اتقوه و عتیعون، بنده خدا باشید، آگاه از او باشید،
و چیکار کنید؟ از ما اطاعت کنید، یعنی ما رو مدل بگیرید. و اونا مدل خدایی بودند، نمونه های انسانی آدم بودند، خودشون هم گفتن ما بشری، ما فوق بشر نیستیم. حالا اینا خدا به پیغمبر توهین میکنن، به زنش توهین میکنن، به یارانش نمیدونم چه نسبت هایی میدن. هیچ کدوم اعدام نکرده، هیچ کدوم تنبیه نکرده، هیچ پیامبری زندان نداشته. نمیخوام صحبت طولانی کنم. حالا آقای آقاسی خیلی دوست داره با زمان حاضر مقایسه بکنه. شما نگاه کن، کافیه نه به پیامبر، نه به امام، نه به خلیفه، به یک کسی که خورده یه لباس یه جور دیگه میپوشه شما اهانت کنید. خدا میدونه که البته چه سرنوشتی و چه حکمی برای شما صادر خواهند کرد. عذر میخوام جواب طولانی شد. بسیار خوبه، هیچ چیزی طولانی نیست آقای دکتر. هرچقدر که شما به گوشه‌های مختلف اشاره میکنید، موضوعاتی که سالها روش کبره بسته و بیماری هایی است که با مسکن های قوی این بیماری ها رو نگه داشتن و شاید که لازم باشه اون ماده مخدر رو موقتا قطع بکنن تا بیمار دردش رو احساس بکنه، به پزشک مراجعه بکنه، یه نسخه ای بگیری که دردش معالجه بشه. چون ما در این که بیمار هستیم تردید نکنید جناب دکتر، ما کرخ شدیم که درد رو حس نمی کنیم، فکر میکنیم سالم هستیم، ارزش هامون از بین رفته، با بی ارزشی خو کردیم، فکر میکنیم که دارای ارزش هستیم. و اگر که این لباس ها کنار بره، این پرده ها کنار بره، اون وقت ما اگر خودمون رو درست ببینیم که کی هستیم، شاید که این چهره وحشتناکی که ما پیدا کردیم، اگه تو آینه پیدا بکنیم این چهره رو، شاید که در صدد جبرانش بر بیایم. شاید که اگه این بیماری خطرناک، من اگه امروز بفهمم که سرطان کشنده دارم، ممکنه که به یه پزشک مراجعه بکنم قبل از اینکه هلاک بشم، درد منو درمان بکنه. این صحبت‌های شما به هیچ وجه هیچ کجاش زیاد نیست، که کم هم هست و نباید خساست خرج بدید. آقای دکتر، در مورد موضوع عقل فرمودید و موضوع فرهنگ دینی و دین فرهنگی فرمودید، آیا عقل نسبت به سوال اولی که امروز مطرح کردیم با شما، یعنی عقل میپذیره که خدا در قرآن از یک سو به ما اختیار بده و در مقابل اختیار به ما مجازات، برای ما مجازات و پاداش تعیین بکنه، و از یک سو به ما استعداد بده و در استعداد ما علم کل اسماء رو قرار بده، همه اینها رو به ما بده، هم مأموریت بده، هم مسئولیت بده، هم علم بده، هم معرفت بده، هم اختیار بده، هم مکافات بده، هم مجازات بده. اصلا خود مکافات یعنی مجازاتی که کفایت میکنه کسی دیگه فضولی نکنه بیاد جلو. خدا میگه من پاداشی که میدم جنبه مکافات داره. مکافات از صیغه کفایه، یعنی که کفایت میکنه، همین تمام کار، پایان کار این کاری که من میکنم، تو دیگه چیزی به این اضافه نکن. حالا سوال این است که آیا در مقابل کتابی که به شما اختیار داده، استعداد داده، ظرفیت داده، توان کسب هدایت داده و میگوید اون چی که تو به دست میآوری اکتسابی است که با نیروی اراده و اختیار تو سر و کار داره، آیا ما میتوانیم که همه این اختیارات و امکاناتی رو که خدا به یک نفر داده از او بگیریم و بگیم خدا نمیفهمیده که این اختیار رو به شما داده؟ گفته میخوای نماز بخون، میخوای نخون، من به تو میگویم بخوان. حالا تو اگر که نخواندی، مجازاتی در قرآن تعیین نکردی که اگر کسی نماز خواند نخواند او رو چی کار بکنید. شما در قرآن آیا آیه‌ای میبینید که اگر کسی شراب خورد با او چه بکنند؟ چطور ما پامون رو از پای خدا فراتر میگذاریم دکتر، و در اینجا به مردم میگوییم که اگه تو شراب خوردی باید شلاق بزنیم؟ این شلاق رو از کجا ما بیرون آوردیم که به افترا و به استناد دروغ به قرآن، بله، آبروی قرآن رو در دنیا میبریم؟ بله، معذرت میخوام، بعضی اصطلاحات رو شما به کار میبرین با نهایت عذرخواهی. کسی آبروی اسلام رو نمیبره، آبروی خودشون رو میبرن. اسلام، اسلام همیشه هست و باز هم خواهد بود. با اونهایی که مغرضانه قضاوت نکنن، معترضه بگم تعداد کسانی که اینجا در این مملکتی که ما زندگی میکنیم هر روز از راه تحقیق، نه از راه
چه میگم تقلید و از راه طمع اسلام میارن، اسلام میارن و اسلام پاک قرآنیه. باز میگم اگر واقعا بخوام اسم پاک، فقط به قرآن مراجعه میکنن و قوانین رو از اونجا میگیرن. اولا در قرآن یک جا مسئله شلاق هست و آن هم در مورد زناس، در سوره نور همون آیات اولش که میخونید. و جالب اینه که اگر اونایی که با زبان قرآن آشنا هستن یا آشنا هستید، برید سوره نور رو نگاه کنید اون آیات. به حکم قرآن و به شیوه قرآن و به راهی که قرآن برای ما معرفی کرده، فکر نکنید روی تعصب میگم، روی فهم و شعور و برداشتم از قرآن میگم. یک مورد زنا رو به واقعیت، نه که اتفاق نمیفته، نمیشه اثبات کرد. نمیشه یک مورد زنا رو با این قید و بندهایی که در اون چند آیه براتون گفته که باید چجور چهار تا شاهد باشن، چی باشن، باید نمیدونم، بعد اگه اینا نبودن پنج بار این قسم بخوره به واقعیت، پنج بار اون قسم بخوره به عدم واقع. باز عرض کردم زنا انجام میشه ها، ولی یک مورد حتی اون شلاق زدن در مورد زنا، یعنی کیس زنا مشخص نخواهد شد. و تازه اگرم مشخص شد، میشه حکمی که در اون زمان برای اون جامعه اون روز چیکار میکردن، اجرا میکردن. اونم باز یه مبحثی است که آیا اون حکم حاکمیت در زمان ما داره. ولی ما در اسلام نه زندان داریم، نه شکنجه داریم، نه نمیدونم ناخون کشیدن داریم، نه نمیدونم، معذرت میخوام، من دیگه میترسم، نمیترسم، ولی حالم به هم میخوره که بگم در زندانهای ما، به خصوص اونهایی که دعوی حکومت اسلامی، حاکمیت اسلامی میکنن، چه شیوه های شکنجهی به کار میبرن. چون من آلوده بودم و میدونم، و اگر به چشم ندیده بودم برای شما نمیگفتم، یا آمارشون رو نمیدیدم و یا تصویرشون رو نمیدیدم، اینجا برای شما نقل نمیکردم. هیچ کدوم، هیچ پیامبری زندان نداشته و هیچ پیامبری کسی رو به خاطر عبادت نکردن، شما نماز خوندن، روزه گرفتن یا زندگی خصوصی، شراب خوردن نخوردن، اینا خداوند شراب رو برای ما اتفاقا منافعش هم گفته، الکل از نظر طبیبی، طبابت، ما خیلی خیلی موارد استعمال خوبی داره اونجایی که ما باید تجویزش کنیم، ولی بر از نظر جامعه من کرده فلان، چند تا چیزی که با انگوش میشه بشماری من کرده. حالا اگه کسی میخواد این کار کرده، خودش هم اصلا، تازه در اینا که خوراکی ها و نمیدونم اون چیزهای رفتار اجتماعی، حتی در مورد عبادات، حتی در مورد باور میگه ان ربکم اعلم بمن اهتدى و من ضل عن سبیله. تازه در حتی مورد ایمانش میگه فقط خدا میدونه کی باور داره کی نداره، ما نیستیم که بگیم کی داره کی نداره، کی چقدر داره چقدر نداره، کی دین داره و کی بیدینه و کی صاحب، چه میگم، به قول فرمایششون حق اینه داره که به مردم دستور بده چه کاری بکنن یا مشخص کنه چه مجازاتی براش مشخص کنن. در سراسر قرآن شما لغتی که میشنوید بیش از همه ذم شده، مذمت شده، دروغه. هیچ گناهی بالاتر از دروغ نیست، کذبه. بخونید فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا. کیا هستن که به خدا دروغ میگن؟ ما که نیستیم که، اونایی هستن که واسطه بین خدا و ما قرار گرفتن و خودشون صاحب حکم میدونن، خودشون فقیه و صاحب فقاهت میدونن و این رساله ها رو ما با طبع خودشون در زمانهای خودشون، حالا من وارد از موضوع خارج نمیشم، فقط ببینید حکم قابل مجازات فقط از طرف خداونده. حکم قابل مجازات به خصوص در مسئله باور، در مسئله اینکه کسی مؤمن است یا مؤمن نیست، اصلا ایمان به پیامبر و ایمان به چه میگم شرعیات و احکام رو خداوند مطرح نمیکنه. برای مسلمان بودن، برای مسلمان بودن یک آیه بسم، یعنی یک آیه، نه چندین آیه در قرآن هست، من یک شو براتون میگم. میگه بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. هر کسی فقط برای خدا، خدا رو منظورش داشت، اون خدایی که خودش درک میکنه و احساس میکنه، رویش به روی خدا بود، یعنی همه اسلمت، معنی اسلام اینه تسلیم امر خدا بود، کاری نکرد که اون وجدانش یا اون عقلی که خدا شما اشاره کردید بهش داده، که در واقع اون مهار عقل، یعنی اون چیزی که مهارش میکنه، اون وجدانی که درش هست،
با اون نمیخونه، با فطرتش نمیخونه، هیچ ترسی نداره، هیچ غمی نداره، موزش هم نزد خدا بنده. و تازه مسلمان این کارا رو برای موز نمیکنه. حالا ما وارد بحث دیگه نمیشیم. این دستور راهنما، این کتابچه راهنما از طرف کسی اومده که منو خلقم کرده، آفریدگار منه. مثل مهندسی که حالا زیادم مثال میزنن، این ماشین رو اختراع کرده، خودش هم این اصلا ماشین آدم با هیچ ماشینی قابل مقایسه نیست. حالا من وارد تفاوت و طب نمیشم. این آدم با این خصوصیات، با این اخلاقیات، این خلیفه خدا، این که روح داره، این که وجدان داره، این که عقل داره، این که اختیار داره، این که میدونه علیه اختیار خود، با اختیار خودش علیه بالاترین خواهشاش حتی روزه بگیره، نمیدونم خودشو من کنه از نیازهای اولیه زندگیش، این با خیلی پدیده‌های دیگه فرق داره. مجازاتش هم به خداوند میگه در اون در آخرته که وقت اینا میفهمن کی درست میگفت کی غلط میگفت و مجازاتش هم چیه. وارد جهنم و بهشت نمیشم، ما فقط میخوام بگم قضاوت رو باید خداوند بکنه. ولا شما نگاه کنید در این متمدن ترین تمدن های امروز داشتن یه وکیل از یه شاخ و یه شعبه ممکن جنایتکار و ساله و یا یک ساله و جنایتکار قلمداد کنه با تمام عظمت این دادگاه ها و قانون ها و حجم کتاب هایی که وجود داره. اما حکم خداوند اینطور نیست. یه عمل ساده معاملاتی میخوای بکنی، یه نسیه میخوای بده، میگه شاهد داشته باشید، بنویسن، یادداشت کنن، حتی بین دوستانتون. چرا؟ برای که اختلاف پیش نیاد. چون اختلافات در جامعه بزرگ میشه، اختلافات کوچیک به اختلافات بزرگتر چی میگن تبدیل میشه و اساس جامعه به هم میخوره. راجب قوانین که جامعه را اداره میکنه، خب هر جامعه نیاز زمان خودش رو تشخیص میده و اونهایی که قانون نویسن، اونهایی که باز انتخاب شدن از تربیت قانون نویسی دارن، قانون شناسی دارن، برای اون جامعه قانون وضع میکنه. تا اون در هر قانونی استثناء هست، در هر قانونی میشه به دلایلی اون رو اون حکم رو اجرا نکرد. باز ما فقیه نیستیم، مقدار زیادی از اون چه بر سر ما میره برای که ما اصل رو نمیشناسیم. اینایی که میرن، نمیخوام باز از موضوع منحرف بشم، اختیار خودشونو میدن برای که یک کسی دیگه براشون تصمیم بگیره. آخه تقلید کردن، مگر مذهب رو میشه تقلید کرد؟ شما باورتون باید شکل بده به زندگیتون، به ما، با شما عرض میکنم، به خودمون. باوری که به زندگی ما شکل نده، خداشناس باش خداشناس نباش چه فرق میکنه؟ این خداشناسی، این باوری که باور توحیدی اسمشو میذاریم، یعنی یکی بودن و وحدت هستی و وحدت خدا و بشر و همه اینا، برای که همه ما حقوق همدیگر رعایت کنیم. من همیشه میگم از این ده فرمان عیسی موسی اگر فقط یکیش بود، یکی نه ده تا، که برای خودت چیزی نخواه که برای دیگران نمیخواید، به عنوان گلدن رول واقعا جامعه در صلح و صفا و همه چی بود. ولی متاسفانه این انجام نمیشه. ببخشید طولانی شد. آقای دکتر، در مورد ما هنوز به سوال اول هستیم، البته هنوز سوال اول جا پاسخ داده نشده کامل. منقدر دامنه تفکرات و تعقلات ایشان در اقیانوس قرآن زیاد هست که من هم لذت میبرم و دوست دارم که ایشان شنا کنند در دریای قرآن و بشنوم، و مطمئن هستم که شما هم غرق همین حالت هستید که من هستم، و این است که ایشون رو آزاد میگذاریم که با فراغت بال اون چرا که قلبشون و احساسشون و تجربیاتشون و باورشون به ایشان حکم میکنه به صورت صوت و کلام از دهانشون خارج بشه و ما اونها رو بشنویم و بفهمیم. به این لحاظ وقت در اینجا اصلا مطرح نیست و حجم کار هم مطرح نیست. اون چه که مطرح هست این است که ما کلام یک انسانی رو که با صداقت کامل از وجودش برمیاد اونها رو بشنویم و با سخن دل او آشنا بشویم، سخن دلی که از قرآن بازتاب شده. آقای دکتر، در مورد وظیفه سکوت که ما در مقابل مظالمی که انجام میشه سکوت میکنیم، این سکوت و امر به معروف چه ارتباطی با هم دارن و ما تا کجا میتوانیم که مهر سکوت و سرپوش بذاریم؟ حالا آیا
این سکوت در واقع یک نوع تعبیر ظریف و قانونی از موضوع کفر نیست؟ یعنی کفر هم همین کارو نمیکنه که پوشش ایجاد میکنه که نباید ایجاد بکنه. آیا سکوت وقتی که وظیفه گفتن هست نوعی کفر محسوب میشه یا نه به نظر شما؟ والا یعنی شما که فرمودید که من در جایی بودم که به چشم خودم دیدم، ما صحبت سیاسی در اینجا نمی کنیم، البته ترسی هم از صحبت سیاسی نه شما نه من نداریم، ما کارمون از این حرفا گذشته، ولی صحبت این است که اگر شما در جایی بودید که به نام قرآن زنا می کنند، به نام قرآن تجاوز می کنند، حالا تجاوز هر کی میخواد به هر کی بکنه، ما مسئول زندگی مردم نیستیم، این هم در دنیا تجاوز میکنن، شکنجه میدن نمیدن، اصلا ما که نمیتونیم که کار 8 میلیارد آدم رو تو دنیا بررسی بکنیم که کی چیکار میکنه، ولی در مورد ارتباط با تعالیمی که ما از قرآن فرا گرفتیم، اگر ملاحظه میکنیم که به نام این قرآن و به استناد به این کتاب اعمال و رفتاری انجام میشه که مربوط به این کتاب نمیشه، به نظر شما آیا این سکوت نوعی کفر تلقی میشه یا نمیشه؟ من سوالاتم رو قطعه میکنم که بتونم پاسخش رو بگیرم. ببینید، خداوند باز در قرآن میگه، میگه الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کسانی که ایمان آوردن در راه خدا مبارزه میکنن، و اونها که ایمان نیاوردن در راه طاغوت، طاغوت یعنی هم زیر خدا و هر کسی رو که به خدا آدم به خدایش گرفته. ما در هر حالتی که زندگی میکنیم یا مختاریم و یا حدود اختیاراتی داریم کاری میکنیم یا تحت فرمان کسان دیگری هستیم که اونها بر ما حاکمندند و حکومت میکنند و دیکتاتوری میکنند و حالا اشکال مختلفی که وجود داره. اولا در مورد سکوت، بعد من اون تجربه خودم هم راجع به اون چیزی که مطرح کردید خواهم گفت. در مقابل سکوت پیامبر می‌فرماد هر جا که با ظلمی مواجه شدید، اگر می‌توانید با دستتون، یعنی عملا دستتون، یعنی عملا، اگر نمی‌تونید با بیانتون، یعنی روشن کردن، آگاه کردن، آشکار کردن، و اگر نمیتونید در دلتون، نه هیت، در دلتون احساس ناراحتی کنید، یعنی چی؟ یعنی اون رو به دلتون راه ندید، نپذیرید، تسلیم یا سکوت که میفرمایید، مجازاتش آیا این در ردیف شرک یا کفر؟ اون گناه خودشو داره، باز این گناه در مفهوم گناه که انشالله بفهمیم گناه یعنی چی، ضد کمال بشریه، ضد کمال انسانیه، ضد انصافه، ضد شرفه، همه اینا چیزایی هست که در مجموعه و ملغمه دین میگنجه. نمیتونه، چطور میتونه انسان ساکت باشه اگر کنار دیوار همسایه انجام شده؟ یه مثال اینجا میزنم، حالا شاید هم طولانی شد، گفتن شیخی مدت ها ریاضت میکشید برای که خدا از سر تقصیراتش بگذره، و هم شاهد بودن که این مرد منزهی است، آدم چه میگم خدا ترسی است، پرسیدن تو چه گناهی کردی که داری این مدت اینقدر به خودت زجر میدی و اعتکاف کرد؟ گفت من، حالا این داستان خدا رحمتش کنه، از پدرم شنیدم، شاید هم به صورت داستان میگفتن ما چی زیاد بگیریم، که این در مغازش بوده، یک کسی میاد میگه که آره در محله شما آتش سوزی شده بود، بعد من از اینا پرسیدم که خونه منم آتش گرفته؟ گفتن نه. گفتم الحمدلله. بعد که رفته در خلوت دیده اینقدر خودخواه بوده، چون خونه خودش آتش نگرفته، این اصلا دردی به اون درد مردم نداشته و اونجا داره طلب استغفار برای اون اشتباهش داره میکنه. سکوت البته سزاوار نیست. حالا راجع به اون مسئله که گفتید به چشم خودتون ببینید، چون من خودم بودم، درگیر بودم، براتونم گفتم، حالا برمیگردم به اون زمانی که اول انقلاب بود، در همون هفته اول انقلاب که من تو ایران بودم و خب برای همون تبابت و کار چی رفته بودیم در ایران، ضمناً مسئولیت های دیگه هم به ما خواسته بودن، به صورت داوطلبانه انجام میدادیم، و وقتی این عکسای اعلی حضرت رو کشیده بودن پایین، عکسای این رهبر اون روز رو درست تو همون قاب عکس‌ها قاب کرده بودن و به در دیوار زده بودن.
خب من اونجا به علت مسئولیتی که داشتم به قول اینا معاونت وزارت ارشاد رو به عهده داشتم در اولین کابینه انقلاب، به صورت بخشنامه، نه حقوقگوری بودیم نه انتخابی بودیم، مسئولیت چه میگم اجتماعی رو به ما داده بودن. گفتم در تمام ادارات، در تمام شعبی، در هر جایی که عکس این بابا رو زدن اینو بیارن پایین، و یک پوستری بود لا اله الا الله که پشت سر خودم بود، اینو تمام ادارات بزنن. ما برای اسلام انقلاب کردیم، حالا اگر واقعا انقلاب کردیم که خودمون نمیدونستیم چیکار کردیم، و اینا عکس یک کسی رو بردن عکس دیگری. من احضار کردن به حضور همون رهبر که مریض منم بود اتفاقا. ایشون به من گفتش که شنیدم شما با داده های مردم مخالفت میکنید، این جمله‌ای که به من گفت. گفتم که مکس کردم، گفتم منظورتون رو نمیفهمم. گفت آره، اومدن خبر دادن که شما یه همچه بخشنامه کردی و دستوری دادی. گفتم اول پشت سر خودم گذاشتم و به ایشون گفتم، باش میگفتیم آقا این عکس ها هنوز عکس اعلی حضرت هست، عکس شما رو روش گذاشتن، هنوز منتظر بودن که شاید اعلی حضرت برگرده. گفتم ما که این ملتی که میگید شهید پرور و شهید داده و انقلاب شده و شما رو آورده و بندرم از اون وره فرنکشت آورده اینجا در خدمت مردم، که برای عکس پرستی نیامده بودن اینا و عکس و نمایش نبود. مسائل های بسیار بسیار از این وقی که چه عرض کنم شدیدتر و نه خیر، حرف ها چی رو قبول کنن؟ اصلا ما مورد چی میگن چی میگن رد میکنن، حالا ما لغت فارسی میخوایم برگردیم پیدا کنیم. به هر حال منفور اینا شدیم که بله ایشون اصلا لیاقت نداره. گفتم ما باید لیاقت، باید اینو مسئولیت ما داوطلبانه پذیرفتیم بریم در یه جای یه کاری بکنیم، نه حقوق میگیریم نه حکم داریم نه نوکر شما هستیم، ولی این کار غلطه. بعد مراسم دیگری بود. دلیلی هم آوردن برای رد نظریه شما؟ اصلا نه خیر، من حالا اجازه بدین که وارد این مطلب نشم، بلکه به جاهای همون بدبدش. شما حکم شرعی الان هم حسن اینا هنوز نمردن، احکامشون رو بخونید که حکم صادر کرده بودن برای دختران جوانی که در این زندان ها بودن قبل از اعدام اینا. اینا قصه نیست، اینا رو ضد انقلاب ها نمیگن. من عرض کردم من خودم در کابینه اول انقلاب بودم، اینها رو البته اون زمان این حرفا نبود، اون زمان این حرفا نبود، اینا بعدن بین اینا چیز شد بعد از اون دولت شبه اسلامی اولیه، که اینها رو بایستی که معذرت میخوام خیلی ببخشید خودتون میدونید دیگه، بهشون تجاوز کرد که تجاوز نشده نمیتونن اعدام بکنه، حکمشون هست. بخونید سنداشون رو بخونید، من از خودم در نمیارم. حتی اعمال منافی عفت معذرت میخوام با مردان رو اینها حکم دادن که باید در زندان ها انجام بشه، یکی از روش های شکنجه های اینها بود. حالا بدون محاکم اعدام کردن، بدون وکیل اعدام کردن، خب اینا حالا باز ما رو کشیدی برده یه جایی که من از حال خودم خارج میشم. مقامات رهبری مطلع بودن از این مقامات موضوع؟ مقامات رهبری حکم اعدام ها رو صادر میکردن. مقامات شما مگر کاری میشه در این مملکت، در اون مملکت، در اون زمان؟ تعامل با زندانیان عرض میکنم که اون حکم رو رهبری میدانسته. ما شما خیلی نماینده آن. آره خب من اینجا که نمیدم این اعترافات برای شما بکنم، اینا دیگه به قول چی میگن، اینا دیگه کاسه هاییست که از چی میگن تشت هاییست که از بام به زمین افتاده، اون خاندان هاشون و خانواده هاشون. مگر نیستن شما باز من نبرید فرمودید که ما وارد سیاست، این وارد سیاست نیست. اونهایی که ادعا میکنن که مذهب رو میخوان حاکم بر جامعه بکنن، دکتر میان فرمایشتون اگر اینها به مذهب کار نداشته باشن ما به اینها کاری نداریم، کما اینکه جنایات قبل از انقلاب هم دست کمی از جنایات بعد از انقلاب نداره. ولی من راجع به جنایات قبل از انقلاب سخن نمیگویم، برای اینکه ایشان جنایاتش رو به نام دین انجام نمیداد، به نام خودش انجام میداد، به نام هر چی که انجام میداد. ما بحث سیاسی به اون معنا نمی کنیم که کارهای سیاسی که در دنیا میشه ظلم و عدلش رو خود مردم تشخیص میدن. اما امروز بسیاری از مردم هستند که در مطبوعات دنیا، در رسانه های دنیا هنوز پیکر اسلام مجروحه،
از این خنجرهایی که از پشت بهش وارد کردند و هنوز میگن اسلام واقعی همون اسلامی است که به دختر 12 سالش تجاوز میشه به حکم قرآن. این نکته من که از شما سوال میکنم، من اصلا نه با اینا دوستی دارم نه دشمنی، نه وقت این کارها رو دارم، اما میخوایم ببینیم که آیا قرآن در این مقامی که اجازه میده که شکنجه باشه، اگر اینطوره من این قرآن رو رها کنم، من از این دین برم بیرون. بله خب یه دم رفتن، معذرت میخوام. ببینید البته نرفتن، به نظر من خودشون به خودشون غرق کردن. من عذر میخوام، یکی از تجربیات و مشاهدات خودم رو براتون گفتم و به همون دلیل بود که بعد از 20 ماه 18 ساعت 20 ساعت در روز کار کردن در شبان روز، با تمام بیعلاقگیم دوباره به جای برگشتم که خودتون میدونید در خدمت مردم بودیم، به مردم کار میکردیم. حالا نمیخوام خدا نکرده حالت، فقط به عنوان شاهد براتون دارم عرض میکنم. اینها اصلا مسئله شون دین نیست، مسئله شون قرآن نیست، مسئله شون اسلام نیست، اصلا اون باور اسلامی نیست. کجای دنیا، کجای دنیا، کجای اسلام؟ آخه اینا علی رو به حد اسم من علی 40 سال 50 سال هم از زیر نسخه هم علی امضا میکنم، الکس هم نشدم در این مملکت. به علی بودنم، با اون مهر علی، باز مهر علی، نه شمشیر علی، نه نمیدونم قیافه و قامت علی، عدل علی، اون چیزی که باز اینا ازش حرف میزنن و عمل نمیکنن، افتخار میکنم و اون نام به هویت خودم دارم. ولی اینا با اون علی که به چی میگن قاتل خودش به پسرش میگه اول برو نمیدم اونو قضا بده که من رفتنیم، اون شاید بمونه توبه کنه خداوند بیامرزتش، اینا اونطور رفتار رو دارن با مخالفینشون. اونم چه مخالفینی؟ یه دانشجو اومده، بابا داشته میرفته تو دانشگاه صنعتی، میگه رئیس جمهور فاشیست، دانشکده پلی‌تکنیک جای تو نیست، محکوم به اعدام. آخر شما نگاه کنید، اینه که من نساختم، که اینه که شما زندانیش هم میدونید، من حالا نمیدونم اعدامم شد یا نه. یا دو نفر در مقابل 70 میلیون جمعیت که 1/3 برده خودشون کردن، استخدام خودشون کردن در نهادهای مختلف، شب و روز پلیس قاچاقی و پلیس ظاهر و پلیس گشت فلان و گشت فلان درست میکنن. ما بردیم مسئله رو یه جای دیگه، ولی جگرم میسوزه که اینا رو برای شما نگم. اون وقت از دو نفری که مقامهای اجتماعی خودشون بودن، نور چشمان خودشون بودن، فامیل خودشون بودن، تا ابد باید در زندان، تا زندان باید در حصر باشن، حق خروج از خونه نداشته باشن. کجای اسلام این حرفا رو زده؟ منتها تو ایران، حالا باز ما رفتیم ایران، ما که دیگه ملیت و هویتمون هم شده جهان ملیتی، جهان مذهبی، بس کنید دیگه. خب باید گفت بله، باید آشکار کرد، ولی آیا تقیه هم این چیزایی که اینا برای خودشون درست کردن، هر جا دیدی دینت در خطره نگو چیزی غافل کن، اینا رو هم با ساختگی ایناست. به قول مرحوم شریعتی میگفت تقیه برای حفظ مؤمن نه حفظ ایمان. من جناب دکتر با همه تلاش و با همه جسارت برای این باقی مانده عمری که هست یا نیست یا هر چه که هست، به هیچ عنوان در اتهامات و در افترای به قرآن از هیچ خطری روگردان نیستم و از هیچ نیروی حراس ندارم و هیچ زیانی رو زیان تلقی نمی کنم به هیچ عنوان. اگر که چیزی مربوط به تعالیم قرآن باشه و بدآموزی هایی که به نام قرآن انتشار پیدا کرده، من به عنوان یک فرد مسلم احساس وظیفه می کنم و احساس دین می کنم، هم حق الله هم حق الناس. ما با شخص، نه من نه دکتر بهزاد نیا، ما با هیچ شخصی طرف نیستیم، نه با افراد دوستی داریم نه دشمنی، اگر هم داشته باشیم در اینجا مطرح نمی کنیم. ما راجع به فرد صحبت نمی کنیم، ما راجع به موضوعاتی صحبت می کنیم که موجب افترا و استناد غیر موجه به ساحت قرآن شده و امور و مسائلی که بدون اینکه به قرآن ارتباط داشته باشه قرآنی معرفی شده
و بدون اینکه اسلامی باشه اسلامی معرفی شده و با قدرت پول و سرمایه و سرنیزه در دنیا به نام اسلام معرفی شده و نیروهایی که همیشه مترصد حمله به اسلام هستند از این موقعیت ها سوء استفاده کردند و این تعالیم و این اعمال ضد بشری رو به نام قرآن در دنیا منتشر کردند و امروز یکی از مشکلات بزرگی رو که برای قرآن به وجود آوردند این است که افراد از من که من یک فعال مسلم هستم در جهت ایجاد صلح در جهان از من سوال میکنند که تو بیشتر میدانی یا آیت الله شماره فلان. اصلا ما میخوایم اسم نیاریم دیگه، با شماره میریم جلو. من پاسخم چه باید باشه به این آدم ها؟ میگن شما چند نفر مرید داری؟ اون آیت الله چند نفر مرید داره؟ تو چند تا گوسفند داری؟ اون چند تا گوسفند داره؟ تو چند تا زن داری؟ اون چند تا زن داره؟ تو بیشتر میفهمی یا اون بیشتر میفهمه؟ اگه تو هم به اندازه اون فهم داشتی، تو هم به اندازه او گوسفند و گاو داشتی، ملک داشتی، خانه داشتی، طرفدار داشتی، کارمند داشتی، محافظ داشتی، نداری اینها رو، پس نمیفهمی. من برای اون گروهی از مردم که میلیون ها از آنها هم هستند و بسیاری از آنها هم صدای ما رو میشنوند، من برای اونها سخن میگویم که من از متخصصین دعوت میکنم که در این برنامه شرکت بکنند که به شما بگویند آنچه به نام قرآن انجام میشود قرآنی نیست. قرآن رو در قرآن پیدا بکنید. از اتاق فرمان توصیه میکنند که دقایقی به تنفس برویم، بازگردیم با شما باشیم. برمیگردیم.